عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه دوستای عزیزم در هر جای دنیا که هستید. امیدوارم که حالتون خوب باشه و خنده رو لباتون باشه. من امروز اومدم به بزرگترین مرکز خرید دنیا، مرکز خرید ایران مال که در غرب تهرانه و میخوام ببینم که در ایام نوروز حال و هوای اینجا به چه صورته. ایران مال یکی از بزرگترین مرکز خرید دنیاست که در منطقه 22 تهران واقع شده و یکی از مرکز مهم تجاری کشوره و جز یکی از 5 مال برتر دنیا و جز بزرگترین پروژه تجاری فرهنگی و اجتماعی ایران و خاورمیانه است. این مجموعه ایران مال امکانات فوق‌العاده‌ای داره، مثل مرکز خرید، شهربازی، پردیس سینمایی، مجموعه ورزشی، هتل و قسمت های مختلفی که میتونید ساعت ها در کنار خانواده اینجا بگردید و از دیدن اونا لذت ببرید. معماری های بسیار زیبا و مدرنی داره و امیدوارم که حتما یه روز اینجا رو ببینید از نزدیک و لذت ببرید. خب قبل از این که بریم به ادامه ویدیو بپردازیم و قسمت مختلفی ایران مال ببینیم، ازتون ممنون میشم که ویدیو رو لایک کنید و کانال رو سابسکرایب کنید که ویدیو بعدی رو از دست ندید. اون زنگوله رو هم اگر بزنید به محض اینکه من ویدیو جدید آپلود کنم بهتون اطلاع رسانی میشه و میتونید ویدیو رو ببینید. بریم ببینیم که ایران مال چه خبره و حال هوا اینجا چه شکلیه. مساحت ایران مال 1,670,000 متر مربع هست و هم ردیف مالهای بزرگ دنیاست و اگر بخواید تنها تو بخش تجاری پروژه ایران مال پیاده روی کنید و برای بازدید از هر مغازه و فروشگاه فقط 5 دقیقه زمان بگذارید، تقریبا 3 روز طول میکشه که تمام فروشگاه اینجا رو ببینید. خیلی بزرگه و واقعا دیدنش جذابه و هیجان انگیز. خب دوستان، اینجایی که از قسمت‌های جذاب ایران ماله، آبنمای موزیکال ایران مال که توی شب‌ها به خاطر نورپردازی‌های زیبایی که میشه بسیار دیدنی و چشم نوازه، استقبال فوق‌العاده‌ای داره به خصوص توی ایام نوروز. بریم از قسمت‌های مختلف اینجا مقدار براتون ویدیو بگیرم که شما رو هم با این حس و حال فوق‌العاده شریک کنم و شما هم امیدوارم که با هم همراه باشید. بریم ببینیم چه شکلی اینجا. امیدوارم که تا اینجای ویدیو مورد توجهتون قرار گرفته باشه و ازش لذت برده باشید. یه سوالی که خیلی در مورد ایران مال میپرسن و براشون جالبه اینه که صاحب ایران مال چه شخصی یا چه شرکتیه؟ صاحب ایران مال و ایده پردازش یکی از ثروتمندترین افراد ایرانیه، آقای مهندس علی انصاری که مالک بانک آینده، بازار مبل ایران، بازار کامپیوتر ایران و ده ها شرکت صنعتی و مؤسسه فرهنگی و هنری و بیزنس های جور و جوره
و ایران مال رو هم ایشون بنا کرده و کل ایران مال ایشونه، چه جونش باشه. و بریم ببینیم که قسمت‌های بعدی چه شکلیه. ایران مال خب خیلی بزرگی و قسمت های مختلفی داره، مثل مسجد جامع ایران مال، باغ ایرانی یا باغ ماهان ایران مال، باغ دیدار و خدمتتون عرض کنم بازار سنتی ایران مال، تالار آینه ایران مال، شربتخانه ایران مال، ایوان اشراق و باغ رستوران ملل ایران مال. یه خدمتتون عرض کنم که از جای جذابش باغ کتاب ایران مال یا کتابخانه جندی شاپور ایران که خیلی باحال، دیزاین چوبی خیلی جالب داره داخلش و حتما اینجا مدید یه سر اونجا بزنید. به کتابخونه و فروشگاه های مختلفی داره، برند های مختلف، رستوران ها، کافی شاپ های فراوون و پردیس سینمایی و هر کدوم از اینا پارکینگ جدا و مخصوص به خودش رو داره. مجموعه ورزشی ایرامال و باشگاهش، باشگاه بدنسازی خیلی حرفه‌ای و کامل داره. دیگه خدمتتون عرض کنم شهر بازی ایرامال یکی از جاهای دیدنیشه و هتل ایرانمال، هتل فرموند. و دیگه قسمت‌های مختلفی داره، پیست یخ داره. دیگه تونم براتون بگه که خیلی زیاده، قسمت‌های مختلفی داره، باید حتما بیاد از نزدیک ببینید. و من هم طبیعتا نمیتونستم براتون توی ویدیو از همه اینا ویدیو بگیرم، امیدوارم که همین ویدیو رو که میبینیم لذت ببرید. حالا اگر نیاز بود توی اپیزود بعدی میرم از قسمت مختلف هم براتون ویدیو میگیرم. فقط اگر دوست داشتید توی کامنت ها برام بنویسید که برم که یه ویدیو حرفه‌ای تر بسازم ازش و براتون آپلود کنم. امیدوارم که تا پایان ویدیو با من همراه باشید و از قسمت های مختلف لذت ببرید. این نمای فوق‌العاده زیبا و چشم‌نوازی که می‌بینید باغ ایرانی یا باغ ماهان ایران ماله که از باغ 16 ماهان کرمان الگو برداری شده و به صورت باغ تخت و پلکانی طراحی شده و نمای فوق‌العاده چشم‌نوازی داره. یکی از نکته‌های مهمی که در این باغ وجود داره سقف غشایی اون هستش، پوشش سقف غشاییش هستش که در عین کنترل تابش اشعه‌های خورشید برای رشد گیاه فضای سبز هم مناسبه و از لحاظ ظاهری هم نمای زیبایی به این منبت داده. بریم یه خورده توی قسمت مختلف اینجا قدم بزنیم، با من همراه باشید. امیدوارم که دوست داشته باشید.
Thank you.